آدمای دیگه هم بتونن از توش یه چیزی بگیرن. و این به نظر من مهمترین چیزی که راهیه که آدم بتونه فیلمش رو برای مردم بیشتری درست بکنه، که سعی کنه نه فقط داستان خودش رو بگه یا چیزی که به نظرش جالبه، سعی کنه توی اون چیز کوچیک یه چیز بزرگی ببینه، یه چیز بزرگی نشون بده که بیننده‌های دیگه هم بتونن چیز کنن. مثلا من توی یه فستیوال رفته بودم برزیل، وسط جنگل آمازوناس، فیلمم که تموم شد چند نفر از اون کسایی که تو آمازوناس زندگی میکنن و اونجا به دنیا اومدن منو بغل کردن و گفتن ما همه این چیزا رو میفهمیم و درست مسائلی که ما هم داریم و پروبلمایی که ما داریم. و خیلی برام جالب بود که اونور دنیا این آدما تونستن خودشونو بس کنن به این فیلم. نمیدونم سوال جواب دادم. این فیلم ها به حال ارزش های متفاوت داشته، گاهی اوقات این فستیوالی هم نشون داده شده بعضی از این. میگم در حدود 400 یا بیشتر فیلم ارقام صحیح در دست نداریم، ولی در این حدود فیلم در سینمای تبعید ساخته شده. حالا درست گفته، یعنی اینجوری خوبه؟ این فیلم ها با ارزش های متفاوت بوده: مستند، نقاشی متحرک، داستانی کوتاه، بلند. فستیوال ها هم بودن که این فیلم ها بعضی وقت نشون داده شده، موفقیت هایی کسب کردن، تو تلویزیون ها هم گاهی نشون داده شده. یک مسئله هست که بایستی یک چیزی رو اضافه کرد، که همه چیزهایی که آرش گفت درسته. من سینما رو با شعر مقایسه می کنم، اما همه شما این فرمول ها رو هم که به کار ببری، همه این تجربه ها رو که داشته باشی، یک چیز اگه نداشته باشین تأثیر پذیری فیلم آسیب میبینه، اون خلاقیته. اونو آرش نمیتونست بگی، من میگم این اگر در آدمی نباشه، مثل شعر ما انسان هایی داریم که ما داریم، انسان هایی که ادبیات و شعر و به حد مینا اسدی بشناسن، ولی همه اونها مینا اسدی نمیشن، یه چیزی اضافه میخواد. این شعر نزدیکه. سینما هم همینه. تمام اونها که در شما جمع بشه، چون من کارم، من 1000 فیلم در گروه هم ساخته شده، تمام کار سر کارم هم با جوانها بوده از 13-14 سال. آره، اینو دیگه با پوست و گوشتم حس میکنم، حرفایی که برای شما دارم میزنم. اگر اون نباشه کار در میاد، بدم نیست، میگن خب خوبه، زحمت کشیده، باریکلا. این در نمیاد. در جلوی آرش و همه کسایی که دارن کار میکنن، مخصوصا اگه خارجی باشن، یک صدی هست. بایستی فیلم و کار هنری و سینما و هر کاری اینقدر قوی باشه که این سطح ها رو به تدریج بشکن و بره جلو. این باید باشه در فیلم. فیلم آرش اگر 1000 عیب هم داشته باشه، شما هم بگیرید و مطرحش کنید، این خاصیت داشته که پشت سر این تصاویر، در حقیقت یک اون طرف هم داره، فقط تصویر نیست، بلکه تصاویر حس داره. حس تصویر چیزیست که نمیشه بیانش کرد، باید حس کرد. حس پشت سر این تصویرها هست، اون رو مدرسه سینمایی نمیده. اون بایستی در وجود یه انسان باشه. من خوشحالم که در آرش بود. مرسی. ولی این یه چیزی که آدم، خب اینی که آدم به اندازه کافی تالنت داره یا نه یا استعداد داره، آدم خودش نمیدونه. یعنی به نظر منم هیچ کس نباید از این بترسه، باید آدم کار کنه، باید آدم کار کنه، 10 تا فیلم درست بکنه، تا بعضی وقتا فیلم دهمی ممکنه یه فیلم خیلی عالی در بیاد و آدم بفهمه که اوکی، آدم یه
چون هزار نوع فیلم هست، فیلم مستند، فیلم کوتاه، فیلم اکسپریمنتال، این ممکنه آدم بعد از 5-6 سال بفهمه که چیزش هنرش توی یک طرف فیلم سینما هست. یعنی من برای همینم این راجع به این چیز حرف نزدم، برای اینکه من هم اگه بخوام تشویق کنم، اگه بگیم اوکی شما احساس میکنید این چیزا ندارید پس ول کنید، فایده نداره. چون من خودم هم وقتی که شروع کردم، من پزشکی خوندم، تا 3 سال پزشکی خوندم، وقتی که ول کردم یه شوک بزرگی برای کسی که دور برم بود. خودم هم نمیتونستم که به کجا میرسم، ولی خب این عشق عشقتون بود و فیلم های اول هم به هیچ درده نمیخوره. اگه اون موقع مثلا یادم یه اولین فیلم که درست کردم توی فستیوال تو اتریش، از فستیوال دبیرستانی بود، یکی از کریتیک ها گفت که این مثل یه شعریه که آدم نباید پخش کنه، مثلا به بقیه آدم رو نشون بده. خب این ما میتونستم پشمون بشم و همه چیز رو ول کنیم، ولی اصلا آدم نباید از حرف یه 4-5 نفر که ممکنه فیلم از فیلمت خوشش نیاد خودش رو چیز کنه. بفهم سوال بعدی تکرار کنیم. باشه. بعد من حالا فکر میکنم شاید این روش، چون الان وقتم فرصتم به اندازه کافی داریم، شاید این روش بهتر باشه. با اینکه سوالا که جمع میشه بعضی وقت سوال کننده از این، الان فرصت داریم، چه بهتر که سوال به سوال جواب داده بشه. اگر وقتی رسیدیم به اونجایی که فرصت محدوده، اون روش رو به کار بریم. این فرصتی که الان هست و وقتمون هست، اون جمع میشه، بعد آدم بعضی سوالها یادش میره. اونم یه چیزی نمیدونم، میل خودتونه. بسیار جا، من فکر میکنم که مثل پنل‌های قبلی اگر سوالا رو جمع کنیم و بعد بهشون جواب بدیم، شما بهشون جواب بدید بهتر بوده. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام، خیلی ممنون. من خیلی دست شما رد نکنه برای بزرگ فیلم شما. خیلی خیلی خوبه. Also ich freue mich sehr, sehr über diesen wunderbaren Film. Also für mich ist es ein sehr großer Film. Bitte verbessern Sie mich, wenn ich falsch spreche in Persisch. Danke sehr. Wir können ja auch auf Deutsch reden, wenn Sie wollen. Aber die anderen... Wir übersetzen das dann. Für mich ist es ein sehr poetischer Film, ein sehr kreativer Film und... Ich finde überhaupt nicht wichtig, wie viel Geld dafür zur Verfügung stand. Also für mich ist es wirklich ein sehr großer Film. Also der gerade in dieser Zeit, wo so wenig Verständnis für Menschen in anderer Welt, hier in unserer westlichen Welt gezeigt wird, Es ist ein Einblick in Geschichten, in sehr, sehr persönliche Geschichten, in sehr, sehr feine soziale Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Frau und Mann, zwischen Generationen. Es wird nicht einfach schwarz-weiß, gut und böse gemalt, es werden Schicksale aufgezeichnet. Und das geht ins Herz. Reli, reli, mamnun. Danke. ترجمه کنم؟ اوکی. یه خود سخته، من خودم حرف بتونم. میتونید شما ترجمه کنید؟ من خجالت میکشم این حرفا رو بزنم. خیلی تعریف کردم. یه also eine Sache ist mir ganz ganz wichtig. Also ich wünsche mir sehr sehr dass dieser Film allen Ausländerbehörden, also allen Ämtern, die mit Menschen, die geflohen sind, die unter so viel Schmerz und Leid ihre Heimat verlassen haben, dass diese Ämter diesen Film sehen und möglichst, ich bin niemand, der gerne jemanden eine Pflicht oder etwas zu irgendetwas zwingt, aber also eine Weiterbildung, es wird so viel Paragraphen Weiterbildung gemacht, ich finde sehr wichtig, dass so ein Film also diesen Menschen, die mit all diesen Menschen hier ständig zu tun haben, gezeigt wird und auch in den Schulen, dass so der normale Bürger hier in diesem Land das sieht, weil ich kenne ja so viele Menschen hier, deshalb ich kenne die Geschichten. Vielen, vielen Dank. Ich denke, im Moment,